درود داریم خدمت همه عزیزانم که در سراسر ایران و جهان از طریق شبکه تلگرام در خدمتشون هستیم. برنامه زنده تلگرامی که بعدا احتمالا روی یوتیوب هم بره، مهدی میرقادری هستم. پنجم مهر ماه هست، یکی دیگر از برنامه های زنده و مستقیم ما در تلگرام هست. این برنامه اختصاص داره به شنیدن انتقادها و پیشنهادهای شما. خیلی عزیزان در چت، در قسمت زیر پست ها که کامنت میتونید بگذارید، شاکی هستن یا ناراضی هستن یا مثلا بعضا جدال لفظی میکنند با بقیه و یا مثلا میگن فلان ادمین منو اذیت کرد، فلان ادمین من رو نمیدونم بن کرد، سکوت زد. اینجا جمع شدیم امشب که صرفا بشنویم اگر کسی مشکلی داره، اگر کسی پیامی داره، انتقادی داره، پیشنهادی داره، البته کوتاه، البته در حد ماکسیموم 2 تا 3 دقیقه صحبتش رو انجام بده. من این رو باز کردم برای اون عزیزان که خب فکر نکنن ما صرفا یک گروه یک طرفه هستیم. گفتم که ما یک گروه از بالا به پایین هستیم، ولی دلیل نمیشه که من صدای شما رو نشنوم یا مثلا فقط بشینم یه طرفه حکم کنم. هر کسی پیام، الان من دیدم در کامنت ها که زیر اینجا نوشته شده، در یکی از کامنت هایی که اینجا بود، بذارید بیارم باز کنم این کامنت ها رو. اینجا پرنیا، خانم پرنیا نوشته انتقاد که دارم اما ترجیح میدم چیزی نگم. بیاد بالا صحبت کنید، این جور حرفا مال ما ایرانی ها به درد نمیخوره. ما اینجا یه مجمعی داریم که شما میتونی بیای بالا صحبت کنی، من گوش بدم ببینم انتقادی که داری در چه رابطه است. یا دیگر عزیزان، اگه معتقدید ادمینی شما رو بند کرده، اگه معتقدید ظلمی بهتون رفته، آیدیاتون بسته شد، خب من نمیتونم تک تک پاسخ بدم، ولی وقتی اینجا جمع میشه، یک گروه میشه و همه جمع هستن، من میتونم اینجا پاسخ بدم. وقتی پاسخ یه نفر رو بدم، هزار نفر دیگه هم شاید جوابشون رو بگیرند، مسئله رو بگن، شاید هم اصلا به قولی اون پاسخی که به یه نفر داده میشه بقیه هم قانع بشن. کسی ناراحت نمیشه، ما این اخلاقامون رو بذاریم کنار. شما اگه صحبتی دارید، چیزی دارید، بیاد بالا بیاد بالا صحبت کنید، دعوت میکنم، هیچ کس هم ناراحت نمیشه. اینجا مهدی میرقادری نشسته امروز روی صندلی قضاوت و پاسخگویی، هم قضاوت هم پاسخگویی، ببینم مشکلاتتون چی هست. چون من حقیقتا خوشم نمیاد مثلا یه دفعه گروه رو باز کنم ببینم توی کامنت ها افتادن افراد به جون هم دیگه و دعوا، که آقا امروز مثلا یه نمونه سر پرزیدنت ترامپ دعوا بوده که پرزیدنت ترامپ گفته من اگه رسیدم به ریاست جمهوری و جمهوری اسلامی خواست دوباره این چنین به عبارت خودمون گوزگوز کنه، من شما رو خاک جمهوری اسلامی رو به توبره میکشم. و خب یه عده ناراحت شده بودن. دلیل ناراحتیتون چی هست؟ بیاد بالا بگید دیگه، دلیل ناراحتیتون رو بگید. من خودم اینجا میشنوم، هر کسی صحبتی داره، حرفی داره، داستانی داره، اینجا ما شنونده هستیم. الان از خانم پرنیا من دعوت میکنم بفرماد بالا. یا اون روز خانم که به اسم سبا هست اگه اشتباه نکنم، یک پیام طولانی بالا بلند برا من فرستاده با لیست قرصا و دارو و پزشک و درمون و اینها که آقا من دارو میخورم، نمیدونم چیز میکنم، تو کامنت ها رفتم بچه ها رو اذیت کردم و عذرخواهی میکنم. خب گفتم بیاد بالا صحبت کنه، اینجا اینجور فایده نداره، بیا بالا. سبای عزیز اگه هستی اینجا، ما میشنویم تو رو، ببینیم مشکلاتت نسبت به اون موقعی که آخرین بار آمدی و صحبت کردی چند درجه بیشتر یا کمتر شده.
و اونها رو هم میشنویم. ما اینجا یه مجمع هستیم و یه قسمتش هم کار مردمی هست، یه قسمت عمده ملی و مردمی. میخوایم ببینیم قسمت مردمی امشب اون مردمی که ناراحت هستن از چه چیز ناراحت هستن، چه ناراحتی دارن. الان مثلا سبایی که مثلا میگه من رو لطفا باز کنید، و خب برای چی سبا جان شما رو باز کنم؟ شما قول دادی دفعه آخر که اذیت نکنی تو گروه، آیدی نزازی، بعد گروه رو به تشنج نکشی. مثلا بحث راجع به چیز دیگری هست، اونجا مثلا بحث راجع به پزشکیانه، میای یه چیز دیگه مینویسی. خب اصلا بحث میره یه سمت دیگه و همم که آماده هست. البته خود من به شخصه اعتقاد به حد اقل مداخله ادمین ها تو قسمت بحث ها یا تو قسمت گفتگوها دارم که اونجا فکر نکنن ما مثلا قضاوتی داریم انجام میدیم. همیشه این رو هم به ادمین های عزیزمون پشت گفتم بذارید تا حد ممکن هر کسی خواست بحث کنه، ولی بعضی مواقع این بحث ها اینقدر زیاد میشه که به قولی از دست در میره یه جورایی، یعنی پریده میشه به یه سمت دیگه. ولی همیشه گفتم آقا بذارید ملت حرف بزنن. ملتی که نتونه حرف بزنه میره سراغ کار انتحاری، میره سراغ چیزای دیگه، میرن میگن آقا مهدی میرقادری مثلا دیکتاتور. آقا من کجا دیکتاتورم؟ من درسته یک گروه از بالا به پایینم، ولی دیکتاتوری به معنای گرفتن و بریدن و بستن و نمیدونم دهانها رو دوختن که نیستم. الان گروه رو باز کردم، اینجا دعوت دارم میکنم هر کسی حرفی داره نسبت به من، دوست، دشمن، آشنا، غریبه، حتی ادمین ها، حتی هر کسی نسبت به کار من صحبتی داره بیاد بالا و صحبتش رو انجام بده، بگی بده، بگی خوبه، بگی اینجاش کمه، اونجای زیاده. اینجا من شنوندم، میشنوم قشنگ، میشنوم که شما چه میخواید بگید. الان خانم پرنیان شما که در گروه هستی آماده هستید صحبت کنید؟ چون امروز دیدم خیلی ناراحت بود. اگه آماده هستید من میکروفونت رو باز کنم که صحبت کنید. بله. خب. صدایی شنیده نمیشه، چیزی دیده نمیشه. بذارید من اینجا آیدی پرنیا رو باز کن. خانم پرنیا آیدی شما باز هست، بفرمایید بالا روی مایک صحبت کنید، میشنویم شما رو. امروز انتقاداتی نسبت به پرزیدنت ترامپ داشتید، اینجا ما صدای شما رو میشنویم، ببینیم که انتقادات شما نسبت به پرزیدنت ترامپ در چه رابطه ای هست. خانم پرنیا صدا رو میشنون ولی هیچ عکس العملی انجام نمیدنه. خب شاهین جان شما میخواید صحبت کنید یا دستتون بالا مونده؟ شاهین عزیز ادمینمون اگه میخواید صحبت کنید من شما رو باز کنم. اردشیر عزیز بذارید افراد به قولی طرفین منازعات رو ما اول یه دور صحبت کنیم، ببینیم منازعات ما به چه ترتیب هست و منازعات رو حل کنیم، سپس بیام سراغ افراد معمولی خودمون که اونها صحبت کنیم. بله. خب شاهین میگه من دستم بالا مونده همینطور. اردشیر رو من باز میکنم چون دستش خیلی بالا مونده، البته امروز در منازعات نبود اردشیر. اون دوستانی که پیام میدن مرتب به من، میدونید بعضی مواقع سوراخ میکنند این پیام رو که آقا ما بیگناه بسته شدیم، ما آقای میرقادری من یه چیز گفتم بسته شدم. خب من میخوام بشنوم علت
این که فکر میکنید که مشکل از کجاست، یا مثلا اینجا رو گذاشتیم بلا حل کردن، خب چرا نمیاد بگید، چرا صحبت نمیکنید؟ اردشیر رو میشنویم. دوستان لطفاً کوتاه، 2 دقیقه ماکسیموم، 3 دقیقه. اردشیر عزیز بفرمایید. درود بر شما و کسانی عزیزانی که دارن لایو گوش میدن. درود بر شما، بفرمایید. آقای میرقادری، یه سوال مهمی تو هم ازتون بپرسم. چند سال این سوال، یعنی دارم هی بهش فکر میکنم به نتیجه نرسیدم، شاید شما بتونید مشکل بنده رو حل کنید. بله بفرمایید. کار من پاسخ من... به سوالات هست. نویسنده کتاب کشف الاسرار و عبدت الابرار هستم من. قشنگ همه سوالا رو جواب میدم. بفرمایید. شما لطف دارین. اجازه است بپرسم؟ بفرمایید بفرمایید. کی به جمهوری اسلامی گفته که تو باید اسرائیل رو نابود کنی؟ میدونم ایدئولوژیشه، ولی کی این ایدئولوژی رو انداخت تو سر جمهوری اسلامی تو الا و باید اسرائیل رو نابود کنی؟ کی منظورتون کدوم کشور یا کدوم فرده؟ کدوم کشور گفته؟ فلسطینیا گفتن، سازمان همکاری اسلامی گفته، اتحادیه جهان عرب گفته، عربا گفتن جمهوری اسلامی ما ارزن داریم تو بیا اسرائیل رو نابود کن، اتحاد جماهیر شوروی گفته. کی به کدوم کشور به جمهوری اسلامی گفته تو الا و باید اسرائیل رو نابود کنی؟ درست، سپاسگزارم. الان بهت پاسخ میدم. اتفاقا جوابش خیلی ساده است. ببینید، این جنگ اسرائیل و فلسطین یا اون منطقه کلا، فلسطینی که قبلا نبوده، اسرائیل هم که قوم کنعان بودن، در واقع کنعانی ها بودن، این جنگ برمیگرده به حداقل 4000 سال پیش، یعنی یک جنگ قدیم هست. همیشه با هم جنگ داشتن. این قوم بنی اسرائیل رو مثلا شما شنیدید دیگه، آقا بنی اسرائیلیون این کردن آن کردن. این یه جنگ خیلی قدیم بوده. بعد خب رفته رفته جلوتر میاد، جلوتر میاد، مثلا زمان کورش بزرگ که پادشاه بابل حمله میکنه، بابل یهودی ها رو آزاد میکنه. اجازه بدین من پاسخ بدم. بله بشینید اینجا پایین، من دیگه باید پاسخ بدم دیگه، اونجا گوش باید بدید. و این یهودی ها اسارت گرفته میشن و در اسارت پادشاه بابل بودن، کوروش میاد آزادشون میکنه، دوباره میرن معبد میسازن، دوباره خدمت شما که عرض کنم یه مقطعی مسیحا هم میکنه، بعد اسلام میاد، اسلام حمله میکنه و خلاصه اون منطقه همیشه تحت منازعه بوده است عزیز. اون منطقه تحت منازعه بود. یه مدت این منازعات دیگه داستانهاش توی مثلا دوره های جنگ هایی هست به اسم جنگ های صلیبی که صلاح الدین ایوبی اتفاقا یکی از اون سرداران اسلام بوده و رفته جنگیده با اینها. این دیگه جنگ های ایدئولوژیک میشه، یهودی مسلمون میشه، بعد مسیحی مسلمون میشه. تاریخ اون منطقه جنگ، از قدیم هم جنگ بوده. معمولا ما ایرانی ها زیاد وارد این منازعات جنگی تا قبل از اسلام که نمیشدیم، بعد از اسلام هم خب تا چند دهه حقیقتش حالا کشور اشغال بوده، جنگ ها خودمون با اعراب جنگ داشتیم، این داستان ها نبوده است. ولی این به تازگی و تاریخ معاصر بخوایم نگاه کنیم، این تخمش جمال عبدالناصر حرومزاده کاشت، کسی که به خلیج فارس هم اولین بار گفت خلیج عربی، یه ایدئولوژی انداخت تو این دنیای عرب، چون دنیای عرب هم آنچنان مثل حالا دنیای اسلامگرا نبود. گفتم که یزید ابن معاویه اومد و اینها رو عوض کرد و آنچنان افراطی نبودن. این عبدالناصر اومد پان عربیست رو راه انداخت، خلیج عربی رو راه انداخت، بعد اون سازمان های فلسطینی
نشأت گرفته از اندیشه این شدن. بعد رفت جنگ اسرائیل، همین عبدالناصر همچین شکستی خورد که معروف است در طول تاریخ، جنگ 7 روزه که چگونه اسرائیل اینها رو، همه این کشورها رو شکست داد، عبدالناصر هم شکست داد. ولی خب اندیشهش باقی موند دیگه، مثلا از این توفاله های اندیشه این جمال عبدالناصر افرادی مثل، خدمت شما که عارضم، یاسر عرفات میاد بیرون، پدر علی اکبر رایف، صدام میاد بیرون که دیکتاتورهای دیگه میان، حزب بعث میاد، اینا جاهایی هستن، حزب بعث سوریه، حتی اون حافظ اسد پدر بشار اسد، اینا به ترتیب اینا زاده میشن. حالا چه کسی به آخون گفته؟ آخون چون ایدئولوژی از خودش نداشته بر مبنای ایرانیت، اومده این ایدئولوژی رو گرفته، این ایدئولوژی رو گرفته از کی؟ از این عرب ها، از عرب های پان عربیست که بله باید اسرائیل نابود بشه، یعنی خودش انداخته توی یه منازعه‌ای که خود عرب هم ازش فراری بودن، خیلی عرب ها اصلا نفرت دارن از جمال عبدالناصر، ولی خودش رو توی یه منازعه‌ای انداخته که اصلا به ما مربوط نیست، ملت مظلوم فلسطین. یا خیلی از این صحبت ها همش از اون اندیشه جمال عبدالناصر میاد، و چون یاسر عرفات و اینها خیلی کمک کردن در شورش بر علیه شاهنشاه آریامهر، دیگه جمهوری اسلامی هم این افتاده تو اندیشش، یا اندیشش هم یه قسمتش هم که اسلامگراییه، یه قسمتش هم اسرائیل ستیزی و یهود ستیزی، هیچی خلاصه خودش ندار. آخوند هرومزاده حتی ایدئولوژی مشخصی از خودش نداره، هیچ کس هم به ما وظیفه نداده که مثلا اسرائیل باید نابود بشه. برای چی نابود بشه؟ به ما چه مربوط؟ سرزمین هزاران ساله خودشون، اون کنعان، کنعانیان هزار سال اونجا، هزاران سال اونجا زندگی میکردن، سرزمینشون برای چی نابود بشه؟ خونهشون حق ندارن تو خونه خودشون باشن؟ خواستم اینو بهت بگم عزیز. دقیقا پیناد جان، من ملت مظلومم نیستن، کجا مظلومن؟ چه مظلومیتی؟ همه این کشور الان ببینید چندین سال کشورهای منطقه رو اینا به آشوب کشوندن و به بدبختی کشوندن، و هی ما باید پاسوز یه جنگ علکی بشه. حتی زمان اعلی حضرت ها فکر نکنید الان هست، اعلی حضرت مثلا یه بار سر موضوع مثلا گفته بود آقا این فلسطینی هم گناه دارن کشور داشته باشن، اسرائیل قهر کرده بود با ما. یه بار گفته بود به مثلا عرب ها تحریم کرده بودن، نفت نمیدادن به اسرائیل، اعلی حضرت نفت داده بود، بعد عربا همه با ما قهر کرده بودن. اصلا ما مهاجرا داریم سر این فلسطین، باعث و بانی بسیاری از بدبختی های ایران هم همین فلسطین شد. یا این بر اسرائیل با ما قهر میکنه، یا اون بر عربا قهر میکنن. ولی خب این نشون دادن که اسرائیل بسیار بهتر از عرب ها بوده، لااقل تو این که پشت دوستشون باشن. بله، خب اینم از این. دوستان عزیز اگه سوالی دارید دست هاتون رو میتونید بالا کنید و سوال های خودتون رو بپرسید، من میشنوم سوال هاتون رو. و بله، ماهان رو بشنویم ببینیم ماهان چی میگه. ماهان جان بفرما. درود مهدی جان، خسته نباشید. قبل از این که صحبتتو شروع کنی عزیز، چه وی پی انی تو داری که اینقدر خوب میتونی تو تلگرام صحبت کنی؟ والا من یه فیلتر شکن دارم اسمش افراس، دیگه نمیدونم واقعا. همین که تو بازی هم استفاده میشه؟ نمیدونم، ولی گوگل پلی سرچ کنین فیلتر شکن افراس حتی میاره، فقط هم بس ایرانی، همه جای دنیا هست. درسته، چون من هر وقت میشنوم شما خیلی قوی میتونید صحبت کنید، برام عجیب هست که چگونه است. بفرمایید مهدی جان. من والا انتقاد ندارم، من یه پیشنهاد داشتم، خواستم بهتون ببینم والا موافق هستین یا نه. بفرمایید، میشنویم. بفرمایید.
مهدی جان، والا من دوست داشتم که عوض مثلا جمعه و شنبه و یک شنبه هر روز برنامه داشته باشی، اینجوری خیلی بهتره. حالا درست. نمیدونم، شما خودتون میدونید. خب همه ما اینو دوست داریم عزیز، ولی از لحاظ مالی یه صندوقی ما اون وسط گذاشتیم که خب این صندوق اگر که من خودم کار نکنم این صندوق پر نمیشه. یعنی خب ببینید این مشکل هست دیگه، همه با ایرانیان داخل رو نمیگم چون اصلا توقعی از اونا نیست. صندوقی که برای تلویزیون هست، تلویزیون خب یه بودجه میخواد، بودجهش هم نسبتا سنگینه، نسبتا یعنی خیلی هم نه، یعنی اگه میگم که چند تا هموطن همت میکردن میتونستیم این رو تامین کنیم، ولی خب اوضاع غرب و امریکا و اینا آنچنان جالب نیست نسبت به سالهای گذشته. اون قدیمی هایی هم که خب بالاخره زندگی های خوبی داشتن معمولا رفتن تموم شدن، و به هر روی این صندوق باید پر بشه تا ما هر روز بر، وگرنه برای من کاری نداره، برای من که من آماده هستم شبانه روز برنامه بذارم، مثلا تلویزیون بزنم براتون، تلویزیون بزنم که یک ساعت یوتیوب باشه، تلگرام و لایو بریم رو تلویزیون. خب این ببینید خیلی تأثیر میگذاره، یه تلویزیون سر تا سر مبارزاتی، تماما کلیپ های مبارزاتی پخشه، ولی خب بودجه میخواد عزیز، بودجه و مشکل بودجه است این وسط. مهدی جان، خواستم بدونم که یه خبری من شنیدم حدودی یه ساعت پیش که حسن نصرالله مثل اینکه زخمی شده بود، اسرائیل حمله کرد، خواستم اینم صحت داره یا نه؟ من چیزی نشنیدم و فکر نکنم فعلا این اتفاق افتاده باشه. درسته. چون این نزدیک هسته مذاب زمین هست، در 500 کیلومتری زمین کنده و رفته زیر زمین تا 500 کیلومتر، اونجا بعید میدونم که موشکی بتونه تا اون عمق نفوذ کنه و نصرالله رو از پای در بیاره، مگر اینکه دیگه داخل تونل ها بشوند و برن از زیر بیرونش بیاره. مهدی جان، به نظرتون حدود مثلا تا 5-6 ماه دیگه ایران وارد جنگ میشه؟ حالا مثلا جنگ با اسرائیلی، یا مثلا دونالد ترامپ بیاد مثلا یه کارهایی بکنه، خواستم بدونم مثلا وارد جنگی میشه ایران؟ امکان داره همین امشب هم بشه، امکان داره اصلا همین یک ساعت بعد هم بشه. شرایط جنگی بسیار حساس، من شرایط حساس میبینم، گرچه آخوند رو بی جرأت میبینم، ولی که چیزی که مشاهده میکنم خود اسرائیل سیخ داره میزنه به اینها که اینا بیان تو جنگ و خودشون رو به قولی بند رو به آب بدن، که عراقچی هم گفته بود اینها ما رو تحریک میکنن ولی ما تو تله نمیافتیم، ولی خب بالاخره نیفتنم تو زنجیره واکنش، یکی دو تا از اینها رو هر سری بکشن دیگه چیزی ته آخوندم نمیمونه. مثل لبنان فرض کن، مثلا امروز حسین سلامی کشته شد، فردا نمیدونم بزنن دو تا امام جمعه بزرگ کله گنده تهران رو بزنن، جنتی رو بزنن، سید علی خامنه‌ای رو بزنن، خب چه کسی باقی میمونه دیگه تو جمهوری اسلامی؟ و همون جوری توهی مثل لبنان توهی میشه و فرو میرزه. بله. مهدی جان، اگه مثلا جنگی صورت بگیره، مثلا ایران واسه جنگ کنه، هموطنان داخل ایران هم بیکار نمیشینن دیگه، میان تظاهرات میکنن، اسلحه به دستشون میرسه، اونا هم کمک میکنن، ناخوندا گروهشون رو گم میکنن، میرن دیگه. من مردم اگه... آسمون رو دارن نگاه میکنن که کی جنگ میشه و کی آماده هستن دیگه، همه آماده هستن که کار رو به پایان ببرن. این یک کار نیمه تمام ملت ایران هست. الان شورش زن زندگی آزادی هم چون جو بایدن 6 میلیارد به آخونده کمک کرد، تونستن مثلا جلوی زن زندگی آزادی بگیرن، وگرنه همینجوری ادامه داشت به مرور شکسته میشد، این آخونده کلا میرفتن دیگه، پیروز میشدن بچه ها. بله، یکی از دلایل عمدهش همین بود و حمایت‌های استراتژیک از جمهوری اسلامی کردن اینها. دموکرات‌ها همیشه بی‌شرف بودن و پشتیبان آخوند بودن، برای همینه که همیشه ما هموطنانمون می‌خوایم که آقا رأی به ترامپ بدهن، چون این حزب دموکرات به صورت کلاسیک پشتیبان آخوند بوده. سال 57 که آخوند خمینی اومد، زمان چه کسی بود؟ زمان کارتر دموکرات بود
و جمهوری خواه ها معمولا دخالتی تو این امور نمی کنند و خیلی خط و مشیشون داخلی هست، ولی دموکرات ها خیلی طرفدار اسلامگرایی هم بیشرف هستن و به خاطر همین ما ضربه ها خوردیم از حزب دموکرات. مهدی جان اگه همون موقع سال 1401 زن زندگی آزادی بودش، اگه همون موقع دولت ترامپ بودش دیگه الان ما آزاد بودیم، شما ایران بودید، راحت ایرانی آزاد داشتیم دیگه، آخوندی وجود نداشت. 100%. به نتیجه خواهد رسید. یه چیزی رو سپاس مهان جان، حالا یه چیزم آخرین کلام بگم، سپاس عزیز که رو خط اومدی، سلامت باشید. خواهش. یه نکته بگم، ببینید ما اگه توی قیام مثلا 78 درسته آخوند میرفت، یا مثلا 88 آخوند میرفت، ما به یک پختگی دینی نمیرسیدیم دوستان. یعنی چی؟ یعنی الان ما تبدیل به ملتی شدیم که علاوه بر اینکه از اسلام، از آخوند متنفریم، از اسلام آخوند هم متنفریم. این خیلی بزرگه، این ریشه کنی این ویروس که سالها ما رو گزیده، هر سری هم از یه در وارد شده ما رو گزیده، من فکر نمی کنم به این راحتی میتونست اتفاق بیفته. این موندن جمهوری اسلامی این دلیل شد که این اتفاق بیفته. بریم یه آیدی دیگه رو بگیریم. محمد حسین darkness is the light that has no hope. بفرمایید میکروفون شما بازه. دوستانی که میخواید صحبت کنید دست بالا کنید، صحبت کنید، انتقاد، پیشنهاد، اینها رو هم میشنویم. سلام و درود آقای میرقادری. درود بر شما، بفرمایید. خواستم صحبتی بکنم. اینکه شما میخواید چیز کنید، صحبت کنید تو تلویزیون، بگین به مردم، بگین که توی این ایدراب هایی که پاول دروف داره برای ما درست میکنه شرکت کنن، که هم این ارز تومانی ریالی اینا رو هم قطع بکنیم، هم بتونیم از اینا پول ارزی رو جمع کنیم که به برنامه شما کمک کنیم، در از ما ایرانی داخل کشور بتونیم به شما کمک کنیم که این مسیر مبارزاتی رو ادامه بدیم، چون بله. این خیلی دیگه توکن ها خیلی دارن زیاد میشن، مثلا امروز همسر، دیروز مثلا خیلی ارز دیگه دارن لیست میشن و خیلی میتونیم کمک کنیم، چون از هم چرخه را اقتصادی اینا را قطع کنیم، هم بتونیم به شما کمک کنیم. دقیقا امروز همستر فکر کنم لیست شد و نوت کوین، این دوتا توکنی که من رو تلویزیون گفتم دوستان بگیری، به هر حال پول شد. حالا درسته که پول زیادی برای خیلی ها نشده، ولی بالاخره تبدیل به پول شد و مردم اگه یاد بگیرن روی این چرخه دیجیتالی بروند، از چرخه ریال آخون خارج بشن، خیلی خیلی میتونه باعث اول مالیات های گزاف آخوندی، دوم اینکه نبینن پول شما آقا چقدر دست کیه، چگونه است. یکی از راه های بسیار خوب هست که ما بتونیم حتی با آخون مبارزه کنیم. این سخن درستی هست محمد حسین عزیز. خب بریم. پینات نوشتن که هر کسی خجالت میکشه میتونه تایپ کنه. بله سوالاتتون هم تایپی هم میتونید بنویسید و من تایپی هارم میخونم، اشکالی نداره. صدرا مینویسد ببخشید آقای میرقادری یه سوال دارم، این درسته که میگن اسرائیل پیروزش و مدیون شاه هست که نفت ایران رو بهش فروخت؟ کدوم پیروزی؟ اون پیروزی جنگ 6 روزه، پیروزی های قدیم رو میگی؟ ببینید شاهنشاه خب سیاست میانه ای داشت این وسط، صرفا طرفدار اسرائیل صرف نبود و خواهان صلح بود. ایشون پیامبر صلح اون زمان بود و خواهان صلح بود، برای فلسطینیان خواهان صلح بود، برای مصریان خواهان صلح. میگه آ جنگ برای چی جنگ کنیم، برای چه چیزی جنگ کنیم؟ و اعلی حضرت نمیگذاشت که این تعادل به هم بخوره، نه مشکلی پیش بیاد. برای همین هر دو طرف داستان ایشونو دوست داشتن، هم عرب ها هم چیز. خب بعض مواقع غر می کردن، ولی
میدیدن که سخن ایشون درسته، آخر کار به خصوص به این نتیجه رسیدن، مخصوصا زمان انور سادات، که آقا نه، شاهنشاه ایران درست میگفته. وقتی که اون داستان جمال عبدالناصر و این چیزا فرو نشست و تب ناصری فرو نشست، دیدن اعلی حضرت درست میگفت. بله، بریم بیژن. بیژن اگه میخواید صحبت کنید میکروفونتون باز. آقای بیژن اگه صحبتی دارید بفرمایید. دوستانی که میخوان صحبت کنن دستشون رو بالا بگیرن. ما بیشتر میگم که اینجا رو باز کردیم برای عزیزانی که انتقاد دارن، یعنی امشب زیادم نخواستیم که تو بحث سیاسی بریم، برای انتقادها، پیشنهادها، انتقاد نسبت به مدیریت و ادمینی ها، اگه آیدیتون اشتباهن تو گروه بسته شد یا فکر میکنید که اشتباه بسته شد، هر کسی این مشکلی داره بیاد بالا صحبت کنه، من پاسخ میدم. فقط کافی دستتونو باز کنید، دستتونو بالا کنید، صحبت کنید، من پاسخ خواهم داد. آقا مهدی چرا اسپیس توی توییتر نمیگذاری؟ یه شب گذاشتم، فضای غریبی بود برام و زیادم استقبال نشد مثل تلگرام اونجا، و خب چندان هم امکاناتم نداشت به غیر از همین فقط صحبت کردن و اینها. حتی نمیتونستیم ببینیم که چه کسی تو گروه اومده چه کسی نیست، یه حضور غیاب بزنیم. برای همین دیدم که تلگرام مکانی مناسب، فضای دلنشین، هوایی مطلوب اینهاست، و خب تلگرام رو ادامه دادیم. بله، خب تا دوستان آماده بشن من یه چند تا خبر براتون نگاه کنم بگم، اگه بعدش کسی صحبتی داره. سلام آقای میرقادر، پزشک خامنه‌ای گفته خامنه‌ای تا زمستون میمیره. کجا گفته اینو؟ من که همچین چیزی ندیدم. همکنون آغاز سخنرانی در کنفرانس ایران شهر واشنگتن دی سی به میزبانی سازمان نفته. شاهزادم سخنرانی داشته. خب شده بله. یه چیزی دیروز من دوستان، یه زنیکه یه لکاته فاحشه یه هزار سوراخی رو دیدم تو این جلسه پزشکیان. بذارید فیلمش هم پیدا کنم بدم ادمینام بذارن که فردا شب رو تلویزیون من اینو نشون بدم. حرومزاده اومده بود و میگفت که من الان با حجاب خیلی احساس امنیت میکنم تو آمریکا. ببینید آمریکا چقدر آزاده، من حجاب دارم و چقدر احساس امن. نه نمیگفت آمریکا چقدر، تو آمریکا با حجاب خیلی احساس امنیت میکنم. یعنی دلم میخواست اونجا بودم. این بی شرف رو چنان پس گردنی میزدم، برمیگردوندمش ایران و گفتم حرومزاده فاحشه، خب تو آمریکا تو چه گوهی میخوری؟ حجاب دوست داری؟ چرا تو ایران نیستی؟ چرا تو عراق نیستی؟ چرا تو پاکستان، تو طالبان، تو افغانستان نیستی؟ پدستک بلند شدی اومدی اونجا در امریکا نشستی؟ من با حجاب خیلی احساس امنیت. یعنی چقدر آدم با کثیف باشه؟ بعد اینا داشتن میرفتن توی این سخنرانی پشکلیان، همه سر و صورت خودشون رو پوشیده بودن، همه دم دهانها رو بسته بودن که یک موقع لو نرند، یک موقع مردم اینها رو شناسایی نکنن. تو بیشرف کثافتی که در امریکا هستی، میترسی از اینکه روی خودت رو نشون بدی، گوه میخوری برای اون ایرانی که در داخل اسیر هست، اون بانوی ایرانی که حجاب اجباری رو نمیخواد، نسخه میپیچی من احساس امنیت میخوام. انگار مثلا توی
خیابون‌های نیویورک اینو کونشو میذارن که احساس امنیت با حجاب کرده. گفتم که این حرومزاده ها فرقه سولاخیون هستن، اینا خودشون رو سولاخ میبینن، هموطن فرقه سولاخیون، و اینها چون خودشون رو سولاخ میبینند و فرقه سولاخیون هستن، احساس امنیت کرده که همه سولاخ ها رو ببریم بپوشونیم ببندیم چوب پنبه بکنیم درون سولاخ هامون، یه موقع یکی داستانی برای ما درست نکنه اون وسط. چقدر اینا بیشرف و کثافتن. بلند شدن سال پیش این همه جوان، این همه دختر، این همه پسر، بهترین فرزندان ایران برای این حجاب گوهی آخوندا کشته شدن تو خیابون، بلند شده اومده زنی که من احساس امنیت میکنم، حرومزاده. یعنی هیچ کدوم مثل این منو داغ نکرد و عصبانی نکرد. خیلی بیشرفی میخواد تو خارجه که ببینید تو داخل یکی طرفدار آخوند باشه و جز فرقه سولاخیون باشه، این نه اینکه مثلا بگذریم از گناهش، این یه بار فقط باید مثلا به این درخت های و چوبه به قولی تیرهای چراغ برق و اینها آویزون بشه، ولی اون حرومزادی بیشرفی که تو خارج کشور هست و از آخوند حمایت میکنه، از حجاب حمایت میکنه، بعد نیاد گله کنه که چجوری اون بانو رفته روسری از سرش کشیده، چون شما بیشرف و کثافت هستید. واقعا من ندیدم همچین چیزی رو. این بذارید این فیلم رو من بدم ادمینمون بعدن بذاره یادم نره، خیلی مهمه اینو برید پیدا کنید ببینید کدوم بیشرفی بوده این حرفو زده. فیلمش و عکسش اگه یکی دید بره اونجا. فرقه سولاخیون کثافت رفته اونجا از حجاب اجباری دفاع میکنه، از حجاب اجباری وسط نیویورک، روسریش هم رنگ روسری مریم لچک حرومزاده است. بذارید الان بدم دست یکی از ادمین ها این لینکو بذاره اینجا. آخه ما از نیویورکی از فیلمشو الان میدم ادمین ها بذارن تو گروه، فیلمشو الان میدم دوستان عزیز. یه لحظه صبر کنید، یه لحظه دندون رو جگر بذارید من فیلمشو بدم. این فیلم این زنی که هست بعدن بذارید ادمین عزیز، یا بذارید اول فیلمشو خودتون دانلود کنید بذارید زیر این گروه چت، زیر آخرین لینکی که تو کانال تلگرام هست بذارید، بعدش بذاریدش تو کانال که هموطنان ببینن. بلند شده میگه من اینجا تو نیویورک احساس امنیت میکنم با حجاب، با حجاب اجباری احساس امنیت میکنم. تو نیویورک مگه خواستن حرومزاده تو رو انگوش کنن که احساس امنیت کردی؟ بعد مثلا اون حجابم که خب در مقابل این بچه شیعه و اینا فرق نده، اون آخونده رو مگه ندیده بودید تو خیابون داشت همه این زنان چادری رو انگوش میکرد. به هر حال این چیزاست که فشار خون آدم بالا میبره، این داستان ها هست. بله، دو دقیقه پیش تو نیویورک چی شده؟ بله، ادمینمون پینات عزیز قرار داد دفاع یک زن از حجاب اجباری در جلسه یه. چه زری میزنه؟ اون برای خود ایرانی هاست، این چیزی که به عنوان حجاب اجباری هست برای خودشون خوبه. حرومزاده برو گم شو تو ایران زندگی کنه اگه خوب هست. تو گوه خورده رفتی تو نیویورک از حجاب اجباری حمایت میکنی، حرومزاده. بذار من فردا شب رو تلویزیون یه پوستی از این من بکنم که هفت جدش رو یاد کنه. صبر کنید yeah. خانم
اگه به تو ایران قانون بشه، خود خانم ها حجاب رو میپزه. حروم زاده الان اگه قانون نیست، زنان ایران تنبون از پاد در میارن. صبر کن فردا شب من حالیت میکنم، صبر فردا میدم ویدیوارم کوچیک کنم تو همه جا بذارن، اون موقع خواهیم دید. نشسته از تو نیویورک قانون داره میذاره. ریدم تو زنان مسلمان با تو حروم زاده پدست. آره و شاشیدم تو دهن اونایی که دست میزنن براش، که خاک بر سرتون بکنم یه مش. فقط به دست ملت ایران، به دست مجید رضا رهنورد ها شما بیافتید اون موقع بفهمید با کی طرف هستید. نشستن اونجا برای زیر فشار گفت خیلی آقا وقاحت میخوای تو نیویورک بری تو هتل هیلتون نیویورک بشینی برای زیر فشار گذاشتن مردم اونجا جلسه بذاری، بگی نه این حجابو ببرید قانون کنید، خیلی بی شرفی میخواد. بعد خودش این مثلا کی هست این زنی که یکی مثل این آمنه سوراخ ذبیح‌پور 5 دقیقه وقت گیر بیاره بره اونجا با روزبه جدید الاسلام بره اون پشتا سوراخ بازی کنن با هم دیگه. اینا این چنین بی شرف و کثافت هستن. اینا به خاطر اینه. بخب من ببینید اگه یکی معتقد بود و درست بود و یعنی اعتقاد داشت آقا حجاب خیلی چیز خوبی است و اینا و واقعا هم اصلا رعایت میکرد، اصلا خودش مثل یه راهبه بود و اینا، یه ذره فشار خونم کمتر بالا میره. چون ذات این میکروب ها رو من میشناسم، میدونم از یه فرصت 10 دقیقه برای کنکونک بازی نمیگذرن، برای سولاخ بازی نمیگذرن، اینا هست که فشار خون منو بالا میبره. میدونم خودشون چه کثافت هایی هستن، میدونم چه موجوداتی هستن، اینه که فشار خون آدمو بالا میبره، نه اینکه مثلا مشکلی بلذات داشته باشم. چون ذات اینها کثیف هست آدم اعصابش خرد میشه. نشسته تو هتل هیلتون نیویورک برای فشار رو زنانه، ببرید آقای پزشکیان قانونش کنید برای خود زنها خوب هست. کثافت زنان ایران 2 سال پیش اومدن تو دهنت زدن، نیکا شاکرمی تو دهنت زد، مجید رضا رهنورد تو دهنت زد، یلدا آقا فضلی تو دهنت زد، غزاله چلابی تو دهنت زد، آیلار حقیپور تو دهنت زد، تمام بچه های ایران تو دهنت زدن. تو کثافت راجع به کدوم زنان صحبت میکنی؟ تو نماینده کدوم زنانی؟ زنی که بی شرف پتیاره. نه تجاوز، اصلا تجاوز ربطی به لباس نداره، تجاوز ربطی به جامعه داره، جامعه‌ای که آخوند سولاخی، فرقه سولاخی که در حوزه‌های علمیه از کون همدیگه نمیگذرن اونجا اداره میکنن، اینها بخوان رو جامعه حکم فرمایی کنن، معلومه یه جامعه تجاوز زده میشه و خود اینها بیشترین آثار تجاوز رو دارن. بیشترین خیال میکنین مجید کاووسی فر برای چی اون قاضی مقدس رو ترور کرد؟ چون این قاضی مقدس بیشرف یه اتاقک بود درست کرده بود، قاضی کیشیک بود، دخترها رو که شب دستگیر میکرد میبرد اون پشت بهشون تجاوز میکرد، بعد میگه حرف زدید میکنمتون زندان، حرفی هم نمیتونید بزنید، دخترهایی که دستگیر میکرد. اینم گویا یکی از آشناهاشون همین کار گفت، من قسم میخورم که از اینا انتقام بگیرم. رفت اصلاً یه مامور بانک رو گرفت، رفت این مرتیکه رو به گلوله بست قاضی مقدس، بعدم نتونستن بگیرنش که رفت تو دبی به سفارت امریکا، سفارت امریکا بیشرف تسلیم جمهوری اسلامیش کرد، رفت اونجا پناهنده بشه به سفارت امریکا، وگرنه حتی نتونستن تا دبی همین آدم رو بگیرن با برادرزادش حسین کاووسی فر. دوتایی، دوتا آدم با شرف. و میخوام بهتون بگم
هموطنان، اینا این چنین هستن، اینا خودشون این چنین کثیفن. بله، یه چند تا عزیزان اگه میخواید صحبت کنید دستاتون رو بالا بگیرید. آقای کوین اگه میخواید صحبت کنید بفرمایید. دوستان سریع هم مایک رو بگیرید دیگه، وقتی اسماتون رو میخونیم لطفا مایک رو سریع بگیرید. آقای مشتبه بفرمایید. آقای کوین بفرمایید. الو درود، بفرمایید، صداتون هست. درود آقای میرقادری. درود بر شما، بفرمایید. خوبی آقای میرقادری؟ سلامتی؟ سپاسگزارم، ممنونم. زنده باشید، قربان شما. آقای میرقادری، من میخوام یه چیزی بگم. این راجع به این پیرن مشکی میخواستم یه برنامه بذارید. این تمام این فتنه از پیرن مشکی شروع میشه. یه طرحی به اون بنیانگذار اینا که طرح مدن، یه طرحی بدید، مثلا یه پیرن راه را، من چیش هم فرستادم براتون، پیرن راه رایی که مثلا همه رنگا طبیعت توش باشه، بعد این پیرن ما مدش کنیم به صورت سمبول ایرانی ها باشه، چون تمام این فتنی ها از پیرن مشکی شروع میشه. من میخوام اینه بگم اگر امکان داره براتون، شما با اینایی که تو کار مدن، مد و لباس و اینا هن، بگید یه طراحی کنن که این پیرن مشکی نه کلن تو مراسم ها ایرانی ها جمعش کنن، بعد یه طرحی مثلا یه پیرن راه را، من عکسش هم فرستادم براتون، راه را همه رنگا طبیعت توش باشه، بعد یه شجره نامه براش درست کنیم توی رنگا، مثلا حتی رنگ مشکی هم توش باشه، به خاطری که مثلا ما نمادمون رو عوض کنیم، این نماد پیرن مشکی کلا جمعش کنیم. درست، نظر شما چیه؟ به نظرم حداقل تو موقعی که اینا مراسم میگیرن سیاه میپوشند خوب هست این کار رو انجام بشه. آره، چون که اینا انرژی به قولی میخوان با هماهنگ سازی رنگ ها. ببینید یه فلسفه رنگ جمهوری اسلامی، اگه یادتون باشه زمان اعلی حضرت ماشین ها رنگ های متنوعی داشت، مثلا یه پیکان آبی بود، یه پیکان قرمز بود، یکیش نارنجی بود. اینا اومدن چیکار که همه پیکانا رو سفید کردن، یادتون هست؟ اومدن بعد همه چرا؟ چون تک رنگی، همه مثل هم شدن، همه یکیش. این سیستم طرز فکر روانشناسی کمونیستی اسلامی هست و من معتقدم که موقعی که اینها میان مراسم محرم میگیرن یا مراسمایی که مشکی همشون میپوشن، ما این کار رو انجام بدیم کار پسندیده ای. آره، من میگم مثلا یه رنگ راه را همه رنگا طبیعت توش باشه، بعد هر کدوم هم یه نمادی باشه، حتی رنگ مشکی هم توش باشه، که این پیرن مشکی کلن جمعش کنیم، چون هر چی فتنه از این پیرن مشکی شروع میشه. مثلا میریم مراسمی، مثلا میبینی همه پیرن مشکی حالا پیرن مشکی تک هم خوبه، مثلا بعضی هم میبینی تیشرت تکی دوست داره میپوشه، ولی تو مراسمات مذهبی اینایی هم که حتی مراسم مذهبی دارن، سعی کنیم یه نمادی درست کنیم، پیرن مثلا راه رای نمادش کنیم، حالا راه را هر رنگی، بعضی رنگاش مثلا صورتی، سبز، آبی، حتی مشکی هم توش باشه، بعد برای شجره نامه‌ای درست کنیم که هر رنگیش مثلا چه نماد چیه، اینه کلن این پیرن مشکی نه کلن جمعش کنیم، اصلا هر چی فدنیه از این پیرن مشکی شروع میشه. حالا گفتم ببینیم شما با اینایی که تو طراحی مدن ارتباط دارید مثلا باشون صحبت کنید که کلن ما بتونیم اینه مثلا عوضش کنیم تو ایرانی ها، کلن این نمادنه کلن ورش داریم، مشکی بازی کلن دراریم در. حالا شما درست، ممنونم، پیشنهاد خوبی، حالا بررسیش میکنیم، ممنونم. آره، بعد یه چیزی دیرم میخواستم بگم، الان یادم رفت همین الان، حالا اگه اومد حضور ذهنم هنوز دست بلند میکنم وصلم کنید. بسیار عالی، دست بلند دست شما در نکنه، دوباره شما رو بلند. خواهش میکنم، سپاسگزارم. هادی باشی اوجا وطنیم، بیاید بالا اگه دستتون برای صحبت کردن بالا کردید. هادی یک، هادی دو،
چی شده اینجا؟ تیتی نوشته من رنگیم، هر وقت مشکی میپوشم میپرسن خدای ناکرده کسی ازتون فوت شده. میدونید زرتشتی‌ها تو مراسم ختمشون، یعنی یه نفر فوت بشه، همه سفید میپوشن. خیلی جالب هست. جناب میرقادری جواب بانو پرنیا رو هم بدید. بانو پرنیا کجا نوشتن؟ کامنتشون اگه میتونید یه ریپ بزنید، یه ریپلی بزنید، من پیدا نمی کنم، خیلی زیاده کامنت ها. بله، مشکی رنگ عشق رو رضا صادقی مود کرد، مثل رنگ چشای مهربونت. آره، این رضا صادقی اون موقع خونده بود و همه دیگه یادم هست مشکی شده بودن. مشکی هر وقت به یک میگه آقا چه خبر مشکی پوشیدی، میگه مشکی رنگ عشقه، مثل رنگ چشه و یه مهربونه. یه تنبکی هم اون وسط که هم بود حالا بزنه. استاد عزیز، یک انتقادم اینه که تو گروه شما ممکنه راجع به چیزی مثل ترام حرف بزنم، انتقاد کنم، بعد حاشیه درست میشه. مثلا میگن قرقر میکنی مثل سبا و غیره. چند دقیقه بعد دیدم راجع به این موضوع حرف زدن. متاسفانه که ما مثلا تحلیلمون در حد بنزو چرا از ترامپ انتقاد کردیم و اینا، در حالی که روش کار شما خیلی فرق داره و انتقاد پذیر هستید. میخوام بگم بعضی وقتا راحت نمیتونیم راجع به موضوعی صحبت کنیم. نه، همه باید آزادی بیان داشته باشن، بتونن صحبت کنن، نترسن از چیزی. خب میدونی اونجا مثلا صحبت میکنید، میدونم الان عده زیادی از یاران هستند یا روی من خیلی تعصب دارم، میدونم مثلا یه دونه چیز بگن شاید من اصلا خودم کاری به طرف نداشته باشم، ولی خب یاران که هستن میریزن سر اون طرف و چیز میکنن دیگه. یا روی پرزیدنت ترامپ هست یا روی شاهزاده، همه باید بتونن حرف در حد معقول، نه اینکه مثلا بیاد طرف فوش خار مادر بده بعد بگه آقا ما یه حرف زدیم که چرا ما رو بستید و ما رو چیز کردید و میترسیم حرف بزنیم. نه، در حد انتقاد معمول یا سخن درست اشکال نداره، همه باید بتونن. ما داریم مثلا تلاش میکنیم که فریدوم آف اسپیچ، اصل اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان رو بیاریم تو ایران، یعنی همه بتونن صحبت کنن. آقا من نظر من اینه، نظر مهدی میرقادری اینه که یزید برحق بوده، حالا چرا باید بترسم این صحبتمو انجام بدم؟ مثلا نظر گربه این هست که باید هر کسی که گربه ها رو اذیت بکنه توی خیابون اینها ببرنشون اردوگاه کار اجباری. خب باید بتونه نظرشو بده. ما داریم برای همین مبارزه میکنیم، ما داریم برای همین میجنگیم، هر کسی بتونه نظرشو بده. ولی این که مثلا به واسطه دادن نظر تحت فشار قرار بگیر، اینو باید دور کنیم، یعنی خودمون مبارزه کنیم که تو اون راه نیفتیم. ببینید من خودم مشیم چجوریه. مهدی میرقادری نشسته اینجا میگه آقا هر کی انتقادی هم من داره بیاد بگه، هر کی صحبتی نسبت به من داره، هر کی حرفی میخواد بزنه، من نشستم گوش میکنم، سراپا گوشم اینجا، بگم که آقا خب چی میگید، من گوش میکنم، اشکال نداره. چون هیچ چیز در، ببینید در آزادی بیان هیچ اتفاقی نمیفته برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم. تجربه عملی امریکا نشون داده که در آزادی بیان خیلی شکفتگی ها اتفاق میفته. یه ایده میاد اون وسط، شاید اون ایده خوب باشه، اون ایده بگیره، اون ایده باعث پیشرفت بشه. آزادی بیان خوب هست، همه باید بتونن حرف بزنن، همه باید بتونن صحبت کنن. ولی خب بعضی آزادی های بیان، خب آزادی بیان نیست. مثلا داعش میگه خب منم میخوام حرف بزنم، میگه خب بزن. میگه من معتقدم هر کسی که مثلا کافر هست با سرش بریده بشه. این آزادی بیان محسوب نمیشه، از این تشویق به بریدن سر و تروریسم هست. این آزادی بیان نیست. آزادی بیان یعنی به کسی آسیب نرسه.
به کسی شما ضربه لااقل این چنینی نزنید. خب اون آزادی بیان نیست، اون تشویق به تروریسمه. یعنی اینا رو هم باید بتونیم تفکیک بدیم هم دیگه. یه چیز رو میتونی آزادی بیان باشه، آزادی بیان یعنی چه؟ آقا تو بیا انتقاد کن تو امریکا، حتی با این امریکایی که دموکرات ها هستن، ببینید همه راحت حرفشون رو میزن. تو اونجا برو بایدن رو مثلا مجسمه کن، برقصونش، هیچ، حتی الان هم هیچ برخورد صورت نمیگیره. تو بیا مثلا کاملا هریس رو بگو کاملا سوراخ، اصلا این خیالشون نیست. چرا؟ چون آزادی بیان به معنی واقعی کلمه و اصل اول قانون اساسی آمریکا حکم فرماست. برای همین باید بتونید راحت حرفاتونو بزنید، صحبتاتونو بکنید و مورد بازخواست قرار نگیرید. ولی هم داریم. ولی بعضی مواقع شخص نوعی نظری داره، خب میگه من آقا ترامپ مثلا بدم میاد و میخواد بقیه هم باش همراه بشن، یا مثلا میگه مهدی میرقادری رو من اینجا باش مشکل دارم، دوست داره همرم همراه خودش کنه. خب و وقتی همراه خودش نشدن و مقابلش حرف زدن، میگه ببینید آزادی بیان بم. نه، تو هم تو حرفتو زدی، یکی دیگه هم داره جوابتو میده، یکی دیگه هم داره جواب، نمیخواد که بکشتت، داره جوابتو میده. نه تو بی خود میکنی آقا، اینجا مشکل داره، تو جواب دیگه، صحبت دیگه. فکر نکنین این صحبت و منازعات فقط مال شماست. در رنسانس فیلسوفانی بودن که حتی وقتی بحث میکردن با همدیگه سر اندیششون، کار به دعوای فیزیکی میکشید، همدیگر میزدن. جالب نیست؟ دوتا فیلسوف مثلا فرض کنید همدیگر رو داره میزنه، یا دوتا دانشمند همدیگر رو دارن میزنن، چون سر اندیشه یا حتی علمیشون با همدیگه به مشکل خوردن. ببینیم که کامنت بانو الین رو هم بخونید. درود مبارز جان، تنها انتقاد من اینه که سعی کنیم امید بدیم به دوستان دیگه و مشکلات خودمون رو تو چارچوب زندگی شخصی خودمون نگه داریم. ما همه تو زندگی شخصیمون مشکل داریم، باید بدونیم اینجا گروه سیاسی است و جای خال زنک بازی نیست. ببینید اینجا قبل از اینکه یک گروه سیاسی باشه، یک کمیونیتیه. یعنی چی؟ یعنی یک مجمع هست. تو مجمع، تو یه جایی که جمع هستن افراد، افراد میتونن بگه آقا من امروز مثلا کمرم درد میکنه، من امروز مثلا خسته شدم. شاید افراد احساس بکنن که مثلا نیاز به یک جایی دارن که یکی اونها رو دریابه، یا یکی با اونها هم داستان بشه، هم راستا بشه. جمع و مجمع معمولا اینجوری هست، چون صرف یک گروه سیاسی خشک و یک جایی که مثلا همه آقا مثلا وارد بشیم یه احترام نظامی، بعد بشینیم اونجا، منم مثلا مثل مسعود رجبی برم بالا یه مش رجزی بخونم و حمله کنید، بزنید، بکش. ما یه مجمع هستیم قبلش، درسته بر اساس سلسله طبقات احترام و احترام همه هستیم اینجا، ولی خب بعض مواقع انسان‌ها پر هستن، انسان‌ها از دردهای روزانه شاید پر باشن، ولی اگه این زیاد بشه، اسپم بشه، مثلا یکی هر روز بیاد بگه آقا من مثلا داغونم، نابودم، خب این میشه اسپم. ولی یکی حالا یه بار یه گلایه‌ای کرده، آقا من حالم خوب نیست، من این چنین هستم، دیگه اشکالی نداره به نظر من، چون خیلی خشک نباد باشیم. خشک بودن زیاد الین جان باعث شکستگی میشه. ببین یه چوب خشک رو برده، یه چوب تر رو برده. چوب تره رو هرچی بیاری پایین انعطاف داره، نمیشکن. یه چوب خشک یه فشارش بده تق میشکن. برای همین خشک بودن زیاد انعطاف رو از بین میبره. انعطاف خوب هست، انعطاف داشته باشیم، صحبت کنیم. بالاخره اینجا
گروهی هست که افراد میتونن صحبت کنن راجع به مسائل مختلف. ما قبل از این که یه گروه سیاسی باشیم، ما یه عده دوست باشیم، یه عده افرادی باشیم که همدیگر رو درک کنیم. من درک کنم تا الان احتیاج به محبت داری، من درک کنم تا الان نیاز داری که بیشتر دیده بشی، بیشتر تحویل گرفته بشی. یه درکی از این داشته باشیم دیگه میدونی جایگاه برای خودمون تشکیل نمیدیم. مثلا بعضی مواقع بعضی دوستان ادمین میان میگن آقا این داره به تو چیز میکنه، به شما مثلا توهین کرده، بریم بزنیم بنش کن. میگم ولش کنید، بذار اشکال نداره، حالا هر حرفی میخواد بزن، من میام با وایس جواب میدم، میتونن دوستان ادمین شهادت بدن. یعنی برخورد من خیلی وقتا با افراد این چنینه، میگم آقا اینم یه دردی داره، یه جای فشار بهش اومده، بذاری من میام جوابشو میدم ببینم مشکلش چیه، شاید بتونیم با دو تا حرف مشکلشو حل کنیم. شاید بگیم آقا تو دردت چیه، به یکی از یارانمون بپیونده. ببینید متفرق کردن خب آسونه، میتونیم همه رو برداریم از بالا بند کنیم، همه رو برداریم به گوری ببندیم، همه رو برداریم از خودمون برونیم. این چیزی که هنر هست اینه که بتونیم جذب کنیم، جذب حد اکثری و دفع حد اقلی، یعنی بتونیم افراد بیشتری رو بیاریم در کنار خودمون قرار بدیم. این به معنی بی احترامی هم نیست، یه جایی من خودم ببینم بی احترامی واقعی داره صورت میگیره، یکی اسپم میکنه، یکی اذیت میکنه، یکی اومده به قولی داغون کنه بقیه رو، خب اونجا جلوشو میگیریم. ولی یه جایی افراد به یک محبت کوچک شاید احتیاج داشته باشن، اونجا مشکلات رو حل کنیم، به دوستانه برخورد کنیم، یا عده دوست هستیم اینجا. بله، گربه عزیز میگه الان کی اینجا به محبت احتیاج داره، و پینات میگه همه گربه جان، اینجا همه الان به محبت احتیاج دارن غیر مهدی میرقادری بنده خود. باید من به همه محبت کنم، هیچ کم به من محبت نمی کنه. ببین اشکال نداره که این دو روز هم میگذره و به قولی خب بریم آیدی بعدی رو داشته باشیم. آیدی ملول، آقای ملول یا خانم ملول، اگر که مایل به صحبت هستید مایکروفونتون باز است. آقای ملول یا خانم ملول، شون ملوس بوده بعد گفته ملول باشم به احتمال اعتمال. ملول بلول، ملول نیستش. بریم آرشام رو داشته باشیم. آرشام جان از دوستان خوبم، بفرما آرشام جان مایکروفونت باز. آرشام عزیز بفرمایید. آرشام درود بر شما. آرشام بله عزیز بفرمایید. اوه من در مورد همین چیه کامنت کاربر پرنیا می‌خواستم صحبت کنم. بفرمایید. که برگشتن میگن به من تحلیلش رفته بنز و فلان. طرف امروز اومده نوشته من سنم زیاده 65 سالمه. بعد زمان جنگم بودم. میدونم که مثلا اگه حمله نظامی هم بشه به سود مردمه. نظرش بود اصلا، حالا هرچی نظرش درست یا غلط نظرشو داده. بعد ریپ زدن روش خفه، نمیدونم بی خود میکنی تو این نظر رو میدی فلان. بعد حالا کاری نرم اصلا، نگاه کن من میگم این نظرش بوده درسته، بعد چطور حرفش میفته میگن آی ما جون میدیم نمیدونم اسرائیل بزن منتظریم فلانیم. خب آقا آمریکا که مثلا الان ترامپ مثلا میگن برگشته گفته چرا رژیم چیز رژیم نگفته، مثلا گفته ایران. آقا چی بگه اونجا بشینن صحبت کنن بگن رژیم حزب الله مثلا به جای لبنان مثلا، یا نمیدونم رژیم دموکرات ها. بعد خلاصه برگشتن اینجوری میگن حرفش که میفته مثلا میگن ما جونمونم میدیم فلان میکنیم. بعد تا میشه تا یکی کوچکترین نظری میده سری گارد میگیرن خفه زر نزن
فلان نکن، اصلا من نمیدونم خدا وکیلی. بعدش هم اصلا چیزی که اون یکی کاربره همین با هم نظره همین کاربر پرنیا بود، بعد برگشته یکی دیگه میگه خب حمله نظامی بشه مثلا پایگاه رو میزنم فلان، بعد میگه خفش و احمق. ای بابا تو اصلا کی هستی که بخوای توهین کنی؟ خود من شخصا خدا وکیلی کسی وجود نمیکنه مثلا تورون بخواد بگه خفش و نمیدونم زر نزن فلان نکن، بعد بیام اینجا مثلا بخوام نظر بدم بخوام اینجوری بگم. حالا سبایه نمیدونم این که همیشه خدا در حال ناله کردن که کلی خود من شخص چقدر باش صحبت میکردم، بعد دیدم نه نمیدونم حالا سبایه نمیدونم به جونم آدم اصلا شرمنده. خدا وکیلی من اصلا چی بگم، اصلا خجالت میکشم دارم اینا رو مطرح میکنم، اصلا یه چیزای مسخره یه سبایه اینا که نمیدونم با یه اکیپی نمیدونم جلوی خود شما بعد میگفتن بعد ما عصبی شدیم شاکی شدیم که شنیدم خود شما گفتید اهمیت نداره براتون فلان، ما گفتیم خب ولشون. بعد دوباره چند دیگه سر خود من نمیدونم حرف بر بیار، اصلا خدا وکیلی من نمیدونم بعضیا میدونیم اصلا اشتباه وارد میشن انگار بابا بیاد نظرتو بده نظر بگیر فلان کن نمیدونم به قول خودت آگاهیت بره بالاتر که چی. امیدوارم دین و ایمون که نرم ولی ایشالله چهار سال دیگه اگه این رژیم که امیدوارم نباشه اگه بود چهار سال دیگه پدر مادر خواستم برن رأی بدن حداقل این آگاهی رو داشته باشی آگاهشون کنی که رأی ندن. همین مبارز جان مرسی آشام جان سپاس ازت بارونه. آره پرنیا اومدی گفتی خفه شو به کسی که گفته چیز بزنه ترامپ گفته بزنه گفتی خفش، خب کار بدی کرده دیگه این کار قابل دفاع. بعد میگه من میترسم صحبت کنم. خب شما ما داریم ببینید یه چیزی من موضع گروه رو میگم، آقا موضع گروه ما موافقیم که آقا اسرائیل امریکا هر کسی بزنه این نقاط حساس به خصوص در داخل تهران به خصوص بیت رهبری رو بعد مردم بریزن بیرون، این موضع من هست. وقتی که اینجا یه موضع از بالا گرفته می شود دیگه مثلا یه کاربری بیاد خب موضع ما رو تکرار کنه شما بگی خفه شو، خب دیگه حرف بدیه دیگه، اصلا قابل دفاع نیست و به قولی سخن بدی گفتید به نظر من. به هر حال امیدوارم که اصلاح بکنید این کار رو نکنید. وقتی که یه چیزی میگیم دیگه اونجا به نفری که اومده صحبت ما رو تایید داره میکنه حمله نکنید، چون ما یه موضع کل داریم یه موضع کلان داریم. مثلا اینجا ما میگیم آقا پرچم شیر و خورشید پرچم ماست، تمامیت ارضی، یک پارچگی ملی، خاندان پهلوی، یه سری چیزهای کلی میگیم. بعد مثلا یه نفر بیاد این صحبت انجام بده بگید بهش خفه شو، نه سخن بدی بوده، سخن بدی بوده و به باور من نباید این سخن گفته میشد. دقیقا شاهین جان موازه خرد داریم موازه کلام. موازه خرد حالا مثل دوستمون درباره رنگ پیراهن مثلا شما گفتید مشکی رو من خیلی دوست دارم، اون دوستمون گفت راه راه و رنگی بهتر هست. این میشه مثلا ساعت‌ها نشست راجبش بحث کرد که کدوم رنگ بهتر هست برای اینکه مثلا ما بپوشیم و باخو، این میشه موضوع خرد اشکالی نداره. ولی مثلا یه موضع کلانی که ما روشون بالا داریم تاکید میکنیم که اصلا بعد یه نفر بیاد دفاع کنه و شما بیاید یه خفه شو، این دیگه کار زشتی پسندیده نیست. بله دقیقا مواضع کلی خیلی مهمه. مواضع کلی رو میشه بحث کرد، مثلا اون فردی که معتقد آقا ترامپ یا حمله نظامی به ایران که در واقع به جمهوری اسلامی است بعد بیاد رو وایس ما من بحث کنه، البته نه به عنوان طرفدار مهدی میرقادری دیگه، چون اگه مهدی میرقادری رو طرفدارشی طرفدار نستو هستی طرفدار مبارز نستویی دیگه رو موضعی که سالها روش فکر کرده. ببینید من از بچگی تو این راه هم دوستان دیروز و امروز که نیومدم
من 7 سال پیش کتاب ملی‌گرایان و مردم‌گرا رو نوشتم که نتیجه اون موقع سالها تحقیقات بود رو اپوزیسیون، روی مبارزات، رو مردم ایران، روی زندگی، روی نگاه من به زندگی، یعنی میزان پختگی خودم رو نشون دادم. ولی خب حتی نظر مخالف من داری، باشه بیا بالا اینجا من میشینم، شما هم صحبتتو بکن، بگو به چه دلیل بد هست، من پاسخ میدم. شاهین عزیز کتاب رو هم همین الان گذاشتن اینجا، سپاس. بریم آقای مجتبی 13، خیلی وقت دستش بالاست. مجتبی قطعش کن، مجتبی بیا بالا، ببینیم مجتبی. مجتبی 13 میکروفونتون باز. مجتبی 13 افتاد بیرون. آقای ملول، آقای ملول بلول دیگه، بیا بالا. آقای ملول نمیاد بالا، خانم ملول نمیدونم. ملول بلول، ملول نیومد. بریم ملول میکروفونت بازه، بیا دست بالا میکنی چی کار میای میخوای بلولی؟ گرفتاری شدیم از دست ملول. باهان مهدی علوی رو داشته باشیم که الله رو هم گذاشته اونجا، ببینیم نظرش چی هست. مهدی علوی بفرمایید بالا. علی استخون کجاست؟ دلمون برای علی استخون تنگ شده. قرار شد من یه پودر وی خوب براش بگیرم از اینجا بفرستم یه خورده چاق بشه این علی استخون، متاسفانه دیگه غیب شد. علی استخون ببخشید، مهدی علوی. مهدی علوی میکروفونت بازه نیست. بریم بعدی رو داشته باشیم. امین، آقای امین میکروفونت باز. امین امینم نیست. عزیزان اگه میخواید صحبت نکنید خب دستتون قربونتون برم، برای چی بالا میکنید؟ دست بالا نکنید اگه نمیخواید صحبت کنید. اگه میخواید ملول بلول باشید خب همون پایین بلولید دیگه، میاد بالا برای چی آخه؟ بریم آیدی بعدی رو داشته باشیم. مو، آیدی مو با عکس عقاب، آیدی مو با عکس عقاب، اگه میخواید صحبت کنید بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. درود بر شما، بفرمایید. میخواستم امشب یه ذره چیز این چی میگن این سوالمو یه ذره گرمش بکنم. میخواستم بدونم روز آغاز گرم میکنید یا روز آغاز؟ والا روز آغاز. بسیار عالی، بفرمایید. میخواستم بدونم که نظر شما در مورد این جنگ چیه، چی میشه آخرش؟ حالا من یه خیلی از بچه ها سوال کردم اینجا که مثلا در مورد این جنگ چی میدی، همه مثلا بعضی ها میگن که نمیدونیم، بعضی ها میگن که نمیدونم حمله میکنه، بعضی ها میگن یعنی هیچ کی نمیدونه. حالا نظر شما چجوریه در مورد مثلا این جنگ؟ درباره جنگ آقای امین پیچیده؟ نه خیلی جدی، من وقت پارسال داریم هرچی میگیم که انجام داره میشه. به نظر من اسرائیل چون که به یک جنبندی کلی رسیده که باید سر مار رو زد، یعنی آقا امروز حماس رو بزنم، فردا مثلا دوباره حزب الله رو بزنم، دوباره حماس از اون ور بلند شه برم هم، این برای ملت اسرائیل نون نمیشه، یعنی ملت اسرائیل دوباره ضربه میخوره. بعد از 7 اکتبر به این نتیجه رسیدن که
باید سر مار، سر مار کجاست؟ جمهوری اسلامی. خب جمهوری اسلامی بازو داره، 4 تا ه هستن که بازوهای رژیم ان، حماس، حزب الله، حوثی ها و 8 تا شعبی. اینها رو به ترتیب جمهوری اسرائیل نابود میکنه، میرسه به جمهوری اسلامی که سر مار هست و سر مار هم در مرحله بعدی زده میشه. اونجاست که ملت ایران همراه میشن و آخوند رو یک بار برای همیشه به زبالدان میسپارن. این تحلیل کلی من هست و خب چیزای مختلفی میخواد که این تحلیل درست در بیاد. یکیش اینه که نتانیاهو ادامه بده کارشو، یکی هم پرزیدنت ترامپ هم تشریف بیاره کاخ سفید. نظر من اینه که مثلا زمینی حمله کنه اون چی میشه؟ اون برام خیلی مهمه. مثلا الان میگه که زمینی میخوام حمله کنیم، این چی میشه؟ آیا این زمینی، ببینید زمینی حمله کردن برای گرفتن هست، وگرنه در جایی که ما میتونیم هوایی حمله کنیم، یه تأسیساتی رو ابین ببریم، زمینی حمله کردن فقط برای گرفتن خاک اون کشور هست. اگه زمینی بیاد لبنان، مطمئن باشه جنوب لبنان رو هم اسرائیل میگیره، این شکی توش نکنید. بعد یه سوال دیگه برای من پیش اومده، من الان توی آلمان زندگی میکنم، بعد الان نمیدونم که چرا ایرانی ها پشت ایرانی ها نیستن، ایرانی ها همیشه با هم دیگه تفرقه دارن، نمیدونم این برای من معما شده. ایرانی ها پشت ایرانی ها خارج یه خورده. ببین داستان خارج کشور پیچیده است یه ذره، اعتماد نیست آقا، یه خود به معنی واقعی کلمه میگم اعتماد وجود نداره تو خارج کشور، کم هست. میدونی از بس که ایرانی سر ایرانی یا کلاه گذاشته یا اذیتی کرده یا داستانی درست کرده، چندان اعتمادی نیست. به این علت هست. من خود من رستوران کار میکردم، یعنی اینو دروغ نمیگم، رستوران کار میکردم، یه ایرانی هم اونجا کار میکرد، یه ایرانی، دو تا ایرانی کار میکردن. بعد که من کارم تموم شد که من رفتم، صاحب کار ما ایرانی بود، نه؟ بعد به خود صاحب کار ما برگشت گفتش که اینو سریعتر بفرستش مثلا بره خونه، من جای اون کار میکنم، کمتر از تو پول میگیرم. یعنی به خدا میگم اینه، من خودم با چشای خودم دیدم که بهش گفتم که آقا این کار شما درست نیست، حرف شما رو حقیقت داره، سر همدیگه رو کلا میذارن. یه مغازه‌دار بودش، یعنی همه که نه ولی بعضیا، یه مغازه‌دار بودش که بقالی داشت، اون سر اونو کلا گذاشت، پول اونو خورد. اینا رو راست میگه، یعنی از این نظر، یعنی شما میدونید که تجربتون زیادیه، برای همینی که مثلا 4 تا افغانی میان پررو میشن، نمیدونم میان مثلا بر علی ما مثلا میخوای، البته اینجا که نه، اینجا که مال این حرفا نیستم، ولی خود تو ایرانو میگم، میان مثلا میبینن که ما با هم دیگه نیستیم، علتش اینه دیگه، ما با هم دیگه هم صدا نیستیم، هم کف نیستیم، به خاطر 4 تا افغانی میان مثلا چیز میگیرن یه ذره. علت دیگه هم خب اینه که ما ببینید بزرگی نداریم که یعنی به بزرگمون هم گوش نمیدیم، هممون برای خودمون یه شاه هستیم که میخوایم خودمون حرف خودمون اون وسط باشه و فقط همه ما رو بشنون، یا حرف خودمون درسته یا اون اندیشه‌ای که اون فرد داره درست. برای اینا هم هست دیگه، وگرنه نگاه کنید مسلمونه مثلا یه دونه آخوندشون تو مسجد مثلا یه چیز میگه، پول که فراوون بهش آقا مهدی، نمیدونم امکانات که میده و همه مثل بز دنبالش میده. خب آقا ما حالا نمیگیم مثل بز بدوید، ولی حرفای شاهزاده رضا پهلوی یا اگه بزرگی نداریم با پای کوهی بشینیم دیگه. آقا مهدی از آخوند بدتر خودشه. من یکی از آخوندها رو میشناسم اینجا، اینی که میگم حقیقت دارم بهت میگم، نمیگم که بخاطر اینکه بیام خودمو گرم بکنم مثلا برای شما گرم بکنم که مثلا میگم من اینجوری هم، من خودمو دارم برای شما گرم میکنم. من یه آخون بودش اینجا میشناختم، یعنی چون یه دونه خط بود مسجد رفته بودیم اونجا، اونو شناخت پیدا کرده بودم. بعد یه دونه مغازه بود اینجا بود، دیدم با لباس شخصی اومده بود، ماشین پاشت چی شاسی بلند، ماشین شاسی بلند اومده بود، کلی هم خرید کرده بود. اینا یک آدمای عوضی هستن که به خدا میگم از، یعنی اینا رو، یعنی چجوری بهت بگم، واسه اینا
خواستم یه تو فوش بده ولی درست نشینه. یعنی اینا عوضی تر از این خودشون، یعنی من دیگه ندیدم به خدا. اینا یک آدمایی هستن، یک آدمایی هستن که یعنی ببینن که مثلا کسی جلوی راهشون قرار میگیشه برادر خودشون بشه، برادر خودشون هم میزنن میکشن به خدا. درست. خب سپاس از خواهش میکنم. امری باشه آقا مهدی. قربونت برم. روز شبت خوش. همچنین تا فردا نه؟ خدا حافظ. خدا حافظ. خب بریم الین رو گوش بدیم. الین عزیز از بچه های فعال که هم الین هم آرشام هم چند تا بچه ها پینات علاوه بر این تو گروه فعالن، تیتی مثلا اینا تو توییتر هم خوب فعال هستن. توییتر ببینید دوستان، ما نیرو میخوایم، نیروی جنگنده. گربه عزیزم هست، نیروی جنگنده احتیاج هست تو این توییتر که با این بسیجی ها وارد جنگ میشیم. شما هم شرکت کنید تو این جنگ ها. الین جان ماکروفونت بازه. از الین عزیز ماکروفونت بازه. نمیدونم بیرون افتادی یا یه بار دیگه میکروفون الین رو باز کنیم. الین عزیز ماکروفونت بازه، میشنویم شما رو. درود مبارکتون، صدا میاد؟ بله صداتون رو به خوبی داریم، بفرمایید. درود. در جواب پاسخی که شما دادین، هم فکری خیلی خوبه، روحیه دادن به بقیه واقعا خوبه. همه مشکلات دارن، در حد درد و دل و انرژی هم دیگه واقعا عالیه، ولی بعضی از دوستان اسپم میشه حرفاشون، انرژی خالی میشه از بقیه. مثل مثلا چی میگن، تا میای تو گروه حرف از خودکشی میزنن. من خودم چندین بار اینا رو دیدم، چی میگن، خودکشی به سرم زد حتی. نه بابا شما که انرژی نباید خورده بشه. من خودم دهه 70 هم، آخرهای 70، خیلی از دوستان خب گیر کردن. بعد خودم هم که خب بالاخره فعالیتامو شما میدونید، ولی خب کلی میخوام بگم اینجور چیزا رو میگیرن واقعا مثلا از خود من انرژی گرفته میشه. بعد من یعنی درد و دل کلامی که میبینید توی چت ها و اینها باعث میشه که درسته، حالا خودکشی که نه، ولی حالت انرژی منفی دیگه، یه انرژی منفی میاد حال آدم گرفته میشه، اون حالته میشه. دقیقاً میگم مثلا میام تا گروه میبینم یکی میگه وای چرا پس حمله نمیکنن، وای چرا اینجوری. خب میگم الان دوستای خود من خب گرفتار شدن، الان توی مثلا بازداشت هستن یا خیلیشون توی زندان هستن. خب بعد الان خود من خب به فعالیتم ادامه میدم، کم و بیش دارم فعالیتمو در حد توانم انجام میدم. میگم خب مثلا زیاد حرفاشون رو اسپم نکنن، یه ذره مثلا روحیه دادن. خب خیلی خوب ببین، وقتی مثلا ما میایم روحیه رو میبینیم، خب خیلی انرژیمون چندین برابر میشه. ولی خب میگم بعضی از دوستان واقعا رعایت نمیکنن. یادیشون همین صحبت ها به نظر من الین جان باعث میشه که انرژی ها بالا بره. من معتقدم کلام قدرت داره. وقتی شما بیای اینجا با قدرت صحبت کنی، باعث میشه که بقیه هم از کلام شما قدرت بگیرن و همراه بشه. 100% اینجوری. خواهش میکنم حتما بیاد بالا، همیشه صحبت کنید. من همیشه دعوت کرد از همه تون صحبت کنید، به خصوص بچه های فعالن، بچه های خودمون که فعال هستن. استرس میگیریم فقط، اشکالی نداره، استرس جزء طبیعیه. دیدم مثلا شما دیگر دوستان بخواد صحبت کنید یه ذره استرسی میگه، اشکال نداره، استرس جز وجود آدم هست. مخصوصا بخواد حالا تو یه جا صحبت کنه که بعد مثلا چند هزار نفر هم آدم گوش کنن، این درسته. ولی که صحبت کردن و کلام قدرت داره، قدرت کلام هم در نشستن در اذهان هست. تایپ کردن، ببینید دوستان، تایپ کردن اونچنان قدرت رو نمیرسونه، یعنی اون قدرت کلام و اون قدرت نفوذ و اون قدرت چیز. ولی وقتی شما صحبت کنی، وقتی بگی آقا من ایستادم،
آخوند ولد زنا یه قدم بیای جلو همچین چوب به ما تحتت میکنم که تا خود امامزاده داوود سینه خیز بری. اینجوری با آیسی جلو آخوند یا صبح، حالا مثال هستا، یعنی مثال دارم، یا آقا ما نمیترسیم، هر کی میترسه، هر کی استرس داره بره مثلا مسترا بره خلا، اینجوری که صحبت کنید بقیه هم شجاع خواهند شد، بقیه هم جلو خواهند اومد و اون افرادی هم که میترسن دیگه میشینن اون پایین با ترس هاشون یه قل و قل بازی میکنن. دقیقاً شد که ما همیشه وایسادیم سر حرفمون، امیدواریم حداقل یه امیدی هم داده باشیم به بچهای بقیه. تشکر بازم از اینکه به حرفای من گوش دادین. پایان ممنونم الین جان که اومدید رو خط. سپاسگزارم. خب اینم از الین عزیز. بریم ببینیم که واندد ولف، گرگ زخمی، ببینیم این گرگ زخمیمون چجوریه. گرگ زخمی بیا بالا. درود بر شما استاد عزیز، وقتتون بخیر. شاهین جان بیا بالا یه موعظه برو. گرگ زخمی بفرما. صدا من میاد استاد؟ بله صداتون به خوبی در حال شما و همه همیانان عزیز، وقتتون بخیر. درود. این بحثی که شما فرمودید اول لایف که بحث پیش اومد بود سر پرزیدنت ترامپ، یه طرفش من بودم. اگه پرمه ها خونده باشین بله. گروه باز کرده بودم اولین بار، مثلا تو روز برای بار اول اومده بودم تو گروه، بعد دیدم همه دارن میگن آخ ترامپ میخواد با هواپیما چند تا شهر رو بمبارون کنه، نمیدونم ترامپ غلط کرده، حتی مثلا پاک کردن خیلی همشون رو، ترامپ غلط کرده نمیدونم فلان بیساره، یعنی دوستان من کانال ترامپ عزیز دل توهین کردن. خب بله پاک کردن پیامشون رو، بعد خودم اعصابش خود میشه دیگه، سر صبح اومده تو گروه مثلا چهار تا خبر ببینی، چهار تا کسرت مثلا ببینی حالت خوب بشه، بعد یهو این پیامای این شکلی، یا وای اگه جنگ بشه چیکار کنه. من خونه خودم یک کیلومتر بیشتر مثلا تا مقر سپاه فاصله نداره، تا از این انبار سپاه که پایگاه درست کرده، یعنی اگه جنگی بشه بخوان بزنن کشی که بری اونجا موشک بخوره و بریزی اونجا. نه دقیقا اگه دقیقا بخوان بزنن تحکیشش من میخوره، ولی من حاضرم آقا اصلا خراب بشی بخونه اصلا بزن اونجا رو، ولی کشورم آزاد بشه. این دوستان میخوان اصلا تو خونهش بشینن دو تلویزیون بیان یکی دیگه برایشون بجنگه، دارن بشینن پرزیدنت ترامپ مثلا بیاد میدون آزادی کمربند بکشه بیفته دنبال خامنه ای بیاد تزمه بگه آقا بی خود کردی مثلا مردم اسیر کرد، نمیشه که هم بتن قربونتون برم نمیشه. آره هر چیزی آقا تلف جنگ هم نشه استاد، اصلا جنگ هم نشه، اصلا ما میگیم هم چهار تا پایگاه زدن و آخونده هم مثلا ریختیم بیرون انداختیم میشون بیرون، همه انقلاب بشه. تو سه چهار ماه اول، چند ماه اول که دولت موقت مثلا تشکیل بشه، نمیدونم قانون اساسی تصویب بشه، یعنی عملا مملکت تعطیل دیگه، نیروی انتظامی درست حسابی نداره، ارتش درست حسابی نداره، اصلا امکان داره افغانو شورش کنن؟ میدونین فکر میکنن انقلاب همینه که بخوابی صبح بلند شی کشور آزاد شده دیگه، تمام شده همه چی، یعنی هزینه‌شو نمیخوان بپردازن، بهاشو نمیخوان بپردازن، یک سختی موقت که بعدش یه اون مثلا خوشبختی داشته باشیم. ما که خودمونی چی نفهمیدیم از زندگی، نست بعد بفهمد دقیقا میخوام بهاشو ندن، بعد یک شبه براشون همه چی بل 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 بشه، بعد مثلا شاهزاده برگرده یک دونه خونه و یک کار و یک شوهر یک دونه زنم مثلا بهشون کادو بزادم در خونه شد. چه کادوهای خوب. نه اینجوری نیست، نگاه کن شما بود سرطان هم اگه داشته باشید که جمهوری اسلامی سرطان ایران هست، این سرطانه رو عمل کنید بالاخره جای عمل درد میکنه، تا یه ما دو ما دولا دولا را میری، نمیدونم هی باید بری دکتر نگاش کنه. اینجوری نیست که آقا تو یه سرطان انجام بدی راحت فردا صبح بلنجی بری مثلا فوتبال بازی کنی. برای همین میگم که هر چیزی هزینه داره هموطن، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که حاضریم این هزینه رو بدیم تا یک بار برای همیشه راحت بشیم. آخو. چیه چند سال من بچه بودم تو این جلسات اپوزیسیون بودم، الان چند سالمه دوستان؟ 38 سال. 38 سال خودم باورم نمیشه. اون موقعی که 19 سالم بود تو این جلسات بودم نقشه میکشیدم آقا فردا چجوری ایران مثلا
از آخوند پاک کردیم مثلا ایران رو اداره شد 38 سالمون. این آخوندهای حروم زادم که به راحتی نمیمیرن، به دستگاه 100 سال مثلا مینیموم سن نشون هست که دارن، پس به رو مرگ اینام زیاد نمیشه حساب. چه کار باید کرد؟ باید بالاخره خودمون دست به کار بشیم، منتظر باشیم روز بزرگ، قیام بزرگ که فرا رسید، کار رو تموم کنیم. اون روزی که دوتا دیوار پادگان ریخت، دوتا نمیدونم حرکتی انجام شد، مردم آماده باشن یه بار کار رو تموم کنن، غیر از این انجام نمیشه. بله شاهین یادم، شاهین مثلا اینجا هست الان، برای خودش مردی شده، 4 تا بچه داره. اون زمان مثلا خودش بچه بود، میومد میشست اونجا میگفت من بچه هستم، اینا 16 سالش بود، الان 3-4 تا بچه داره خودش اینجا پیش ما هست. بله سپاسگزارم ازت. قربان شما، ممنون که در خصوصش. سپاس ازت، ممنونم بدرود. خب واندد ولف هم که اومد صبح، ببین همه صحبت کنن چه قشنگه، همه صحبت کنن، نظرشون رو بدن، حتی ترس هاشون رو بگن، حتی بگن آقا چی انرژی منفیه، چی انرژی منو بالا میبره. من خودم انرژی منفی اینقدر بدم میاد، یعنی حالا به بچه هم میگم آقا یه خورده مهربون باشید و اینا، ولی یکی ببینم انرژی منفی میده میخوام گوشتش رو بجوم، نمیدونید چقدر عصبانی میشم. اصلا ببینم مثلا یه جا برم داریم حرف میزنیم چسنال بازی هست و نمیدونم انرژی منفی بازی هست، اصلا میخوام طرف رو تیکه پاره کنم. این خودم اینجوری هستم. حالا به بچه ها میگیم یه خورده مهربون باشید، چون واقعا ما دیگه تا خرخر پر هستیم، اعصاب نداریم که حالا یه وسط هم یه دوتا چسنال هم وسط رها بشه اونجا دیگه، اصلا میترکیم یه دفعه. سپاس ازت، ما هر هزینه ای میدیم آقا. شما باور کنید ایران حمله شد، به همراه شما نون خوش میخورم، هر روز میام فیلم میگیرم آقا من همراه شما نون خوش، یا امروز چی خوردید بردم ایران، من همراهتون اون کارو میکنم. اصلا از راه بلند میشیم میایم، میایم پدر آخوند رو در میاریم، بذارید یه ذره تقلب بشه اوضاع. چیزی برای عده من مهدی میرقادر چیزی برای دست دادن ندارم، بقیه رو نمیدونم چی داریم برای دست، چه خوشی کشیدیم، چه زندگی کردیم، همش تو این داستانی که آخوند برای ما ایجاد کرد. فکر نکنید خارج کشور هم دوستان قشنگی داره، زیبایی داره، ولی وقتی ذهنت مشغوله، ذهنت مشغول یه جا دیگه است، بعد نشأت هم میگیری یا 4 تا آدم از ایران زنگ میزنن، این میناله آقا بدبخت، اون میگه آقا بیچاره، این یکی میگه نمیدونم خونه نداره، اون میگه فلان هستم، اصلا روزت خراب میشه، زندگیت خراب، اصلا نمیتونی میری این استاد دوتا کلیپ بچه بدبخت میبینی داره گدایی میکنه، میایی نمیدونم تو یوتیوب 4 تا میبینی داره گریه زاری میکنه، بعد میبینی یه بانو هموطن تو برا حجاب تو سر ایستادن، اصلا نمیشه زندگی کرد. مگر اینکه یه آدم به درد نخوره مثل این حرومزاده های شاخهای این استاگرام دیدید که 4 تا آدم به درد نخوری که دنیا این خیالشون نیست، سالی یه بار ازدواج میکنن تو این استا مثلا فالوئر بگیرن و بچه دار میشن و بچه هم نمیزان و اصلا حال آدم به هم میخوره، مثل اینا باشی آره میتونی زندگی کنی، که اینا هم البته فقط برای پول تو خودشون هم 1000 تا درگیری، ولی یکی مثل من نمیتونم آقا. من وقتی میبینم هموطنم تو فشار هست، همشهریم، خانواده‌ام، نمیشه زندگی کرد، نمیشه نرمال زندگی، اعصاب آدم خورد میشه و یادش میاد آقا تو هم مهدی میرقادری فراموش نکن، تو چه برزخی بودی، تو چه جایی بودی، چقدر از آخوند متنفر بودی، چقدر از حرومزاده ها متنفر بودی، اینا رو خوب مرور میشه بر آدم. یه آدم لاشی فقط میتونه بیخیال باشه تو این شرایط. بله اینم از این. امشب زیاد صحبت کردیم، نه چند دقیقه شد، 1 ساعت و 33 دقیقه. مرسی دوستان که اومدید شرکت کردید تو جلسه امشب، سپاسگزاریم از همتون. ضبط جلسه امشب هم به پایان میرسونیم، لطفاً همگی به احترام سرود شاهنشاهی ایران دست ها رو بالا کنید و در قسمت کامنت ها احترام نظامی بگذارید. جلسه امشب رو هم به پایان میرسونیم.